باز هم خوش آمدید. صدها هزار معترض در شهر بارسلونای اسپانیا در پشتیبانی از پناهجویان راهپیمایی کردند. آنان از حکومت اسپانیا و کشورهای دیگر اروپایی میخواهند که به تمامی پناهجویان اجازه ورود بدهند. راهپیمایان میگویند که پناهجویان از جنگ میگریزند و باید اجازه یابند تا وارد کشورهای اروپایی شوند. نزدیک به 500 هزار تن از شهروندان اسپانیا در شهر بارسلونای این کشور راهپیمایی میکنند تا از پناهجویان پشتیبانی کنند. این راهپیمایی از سوی نهاد خانه ما خانه شما راه اندازی شده است. آنان میخواهند که مهاجران و پناهجویان بیشتر اجازه ورود به کشورهای اروپایی را بیابند. ما از حکومت‌های تمامی کشورها می‌خواهیم که اقدام کنند. آنان می‌توانند هزاران تنی را که در مرزهای اروپا منتظر هستند به اینجا بیاورند. حکومت‌ها در کنار آوردن مهاجران باید برای بهبود زندگی مهاجرانی که در اینجا زندگی می‌کنند نیز توجه کنند. ما با یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی روبرو هستیم. بسیار مهم است که صدای مردم را پخش کنیم. این مردمان از جنگ و کشتار در کشورهایشان میگریزند. نهاد خانه ما خانه شما میگوید که تمامی شهروندان، سازمانها و نهادهای ایالات کاتالونیا باید همکاری کنند و از حکومت اسپانیا و کمیسیون اروپایی بخواهند که مهاجران بیشتری را از کشورهای جنگ زده بپذیرند. در این راهپیمایی برخی از مهاجران نیز شرکت کردند. مردم باید درد و رنجی را که دیدند فراموش کنند. ما را به چشم انسان ببینید، نه به چشم بحران. ما به اینجا نیامده ایم که کارهای مردم را بدوزیم. آمده ایم تا در صلح زندگی کنیم، زیرا در سوریه امنیت نیست. این بزرگترین اعتراض به پشتیبانی از مهاجران در اروپا است. این در حال است که سال گذشته بیش از 5000 تن در راه رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه جان باختند. آقای رومن بلوچزاده آگاه روابط بین الملل از سیدنی استرالیا با ما. آقای بلوچزاده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بیشتر بگویید در مورد وضعیت پناهجویان. دیده میشه که صدها معترض در شهر بارسلونای اسپانیا در پشتیبانی از پناهجویان را پیمایی کردن، اما در کل اتحادیه اروپا در حال حاضر چگونه سیاستهایی را در برابر پناهجویان عملی میسازه و دنبال میکنه؟ سلام آقای ملک بر شما، همکارانتان و همچنان بیننده های تلونیوز. خوب، وضعیت پناهجویان به مقایسه به سالهای دیگه یا چند سال پیش خیلی متفاوت بوده. قبلا تمام مسائل پناهجویی از طریق رسانه ها پخش می شد و پوشش گرفته می شد و با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا با ترکیه روند پناهجویی به طرف اروپا کاهش پیدا کرد. اما پناهجویانی که قبلا در اروپا، یونان و یا کشور معمولا در تمام کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند گیر ماندند، آنها به بی سرنوشتی ها روبرو شدند و در مقابل حرکت های ضد مهاجرتی هم در کشورهای اتحادیه اروپا خارج از اروپا شدت گرفته و قدرتمند شده که اینا به نوع فشار زیاد بالای دولت ها آوردن تا مانع ورود پناهجویان شوند. که خوشبختانه خبر را که شما به پوشش گرفتین در بارسلونای اسپانیا، تعداد کثیری از مردم به خاطر حمایت از پناهجویان به خیابان ها ریختن و حمایت خود اعلان کردن و گپ بسیار خوب که شهردار بارسلونا، یکی از شهرهای بارسلونا هم در خط نخست راهپیمایی بوده و تلاش میکنند تا دولت وادار بسازند تا به تعهداتی که در مقابل پذیرش پناهجویان در سال 2015 انجام داده بودند به او عملی بکنند. آقای بلوچزاده، بسیاری هم باور دارند که خود این اروپایی‌ها بود که به گونه هم ایران کردن تو همه بیاین به طرف اروپا و دروازه خود را باز کردن، ولی وقتی که سیل پناهجویان رسید دروازه دوباره بسته شد و همه با این گونه روزگار باقی ماندن در پس در درهای کشورهای اروپایی. ولی الان دیده میشه که یک راهکار
مشخصه به گونه اما هنگ همه کشورهای اروپایی تعقیب نمیکنه، تا در داخل خود یک کشورها دیده میشه که اختلاف ها وجود داره و اختلاف دیدگاه که تا حد یک بحث معمولی است. ولی در سطح بزرگتر یعنی خود اتحادیه اروپا حالا چی دیده نسبت به پناهجویان دارن؟ خب اولین کشوری که صدای خوش آمدید به پناهجویان گفت صدر اعظم آلمان بود که کسی پیش بینی نمیکرد تا سیل از پناهجویان با صدای نخست وزیر به طرف اروپا خصوصا به طرف آلمان بیاین که این غیر قابل پیش بینی بود و آمارهایی بود که حتی ریکارد مهاجرت های بعد از جنگ جهانی دوم هم شکست و به مرور زمان مهاجرت‌های اقتصادی جمع پناهجویان همه دست به هم دادن و به طرف اروپا مواجه ساختن که این در نتیجه بحران مهاجرتی اروپا را به وجود آورد. خوب کشورها در مقابل بحران‌های مهاجرتی متأسفانه چالش‌های امنیتی و تهدیدهای امنیتی هم خیلی بالا گرفته. بنابراین دولت ها خصوصا کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا اینا تلاش کردن از یک طرف مانع بحران شوند و از طرف دیگه هم مانع ایجاد عرج و مرج در داخل شهرها و به خاطر حفظ امنیت و ثبات کشورهای خود اقدامات به شکل انفرادی و یا به شکل دست جمعی اتخاذ بکنن، تا این شد که کشورها خصوصا سویدن، فرانسه و بعضی کشورها تدابیر سختگیرانه ای را به خاطر مهاجرین، به خاطر ورود مهاجرین اینا معرفی کردن و بسیار به صورت عاجل اجرایی کردن که متاسفانه اکثریت پناهجویانی که امروز در درهای اروپا قرار دادن بی سرنوشت و از پریشانی های افسردگی و همچنان به سرنوشتی رنج میبرند که این واقعا نقض آشکار حقوق بشر است و راهکار جدی و قانع کننده ای که بتونه قناعت نهادهای حقوق بشری را برآورده بسازه متاسفانه به دست دست نیست. خصوصا از زمان مهمتر این است که ادامه این وضعیت تا چی زمانی؟ حالا خود کشورهای اروپایی رو گشتاندن و به گفته شما نقض حقوق بشر به گونه آشکار صورت میگیره، اما بارمندیتان چی است؟ یعنی ادامه این وضعیت بیشتر از این قابل قبول خواهد بود هم به خود کشورهای اروپایی هم به پناهجویان و هم به نهادهایی که در این زمینه کار و فعالیت میکنن؟ خب قابل قبول خو اصلا نیست، اما این یک واقعیت است که باید منعیس یک واقعیت پذیرفت. متاسفانه بحران و چالش ها به هر دو طرف، هم پناهجویان و هم کشورهای میزبان وجود داره. متاسفانه انتخابات ایالات متحده آمریکا و خصوصا مبارزات کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ که اکثرا به اساس مهاجر ستیزی و اسلام ستیزی صورت گرفت، یا باعث شد که اسلام ستیزی و مبارزات ضد پناهجویی را در تمام کشورها رونق ببخشه. از این خاطر نهادهایی که به ضد او پناهجویان و پناهنده ها فعالیت میکنن اینها قوت گرفتن و به سر قدرت آمدن. من فکر میکنم که تا زمانی که گروه های راست افراطی قدرتمند شوند اینا سر قدرت بیان، متاسفانه وضعیت به طرف بدتر شدن روان است و امید برای بهبودی نیست. من از یکی از چرا این کشورها واقعا راهکار ندارن تا این بحران حل شود؟ بسیاری هم گونه اقدام کردن که اخراج اجباری را برش دستدن و تا بستن مرزهایشان به گونه دائمی برای پناهجویان، ولی در نوع فکر نمی کنید که اینا مجبور هستند تا همون راهکار خود را و سیاست خود را در مورد این پناهجویان باید واضح بسازن؟ خب امی شما خود یادآوری کردین که به خاطر اخراج پناهجویان کار میکنن و به خاطر محدود ساختن پذیرش پناهجویان کار میکنن. اینا خودش یک راهکار است که اروپا مانند گذشته نمیخواهد درهای باز داشته باشه، خصوصا از زمانی که از اسلام و از پناهجویانی که مسلمان هستند منعیس
پدیده امنیتی برخورد میشه و منعیس پدیده سیاسی برخورد میشه، دیگر با پناهجویان پدیده منعیس یک پدیده اجتماعی برخورد نمیشه. بنابراین سیاسی شدن و امنیتی شدن پروژه پناهجویی و پناهندگی که باعث شده تا کشورها به خاطر منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود تلاش بکنند. من پیشتر اشاره کردم که زمانی که پدیده امنیتی را ما در جریان میگذاریم، بنابراین دولت ها به خاطر حفظ امنیت خود اینها تدابیر شدیدی را میگیرند. اما متاسفانه با ورود پناهجویان و با پناهجویانی که منتظر یک جواب هستند، اینا به صورت مجموع دیده میشه. یعنی خیلی دشوار است که یک کسی که واقعا پناهنده است و یا کسی که پناهنده نیست از اینا تشخیص شود. این بدون شک تاثیرات منفی را بر پناهجویان میگذاره و یک آینده مبهم در این راستا با وجود آورده که روز به روز ما میبینیم که به خاطر ورود پناهجویان جنبش ها قوت میگیرن و فعالیت میکنن. مثلا یکی حالا دلایل این پناهجویی و این ماجرت ها هم واضح است که چی بوده. دیده میشه که کشورهایی که در این راستا فعالیت میکردن و حتی عملیات میکردن نتیجه نداده و نتوانستن تا در مبدا یعنی این پناهجویی را از بین ببرن. حالا اگر مشکلات در سال پیش رو یک بار دیگر اوج بگیره و بیشتر شوه و این تعداد پناهجویان هم که در کشورهای اروپایی و در مرزهای کشورهای اروپایی گیر ماندن و بی‌سرنوشت هستند، یعنی سیر دیگه ماجران هم وارد شوند، پس چگونه یک وضعیت را پیش بین هستین؟ یعنی چقدر احتمال بحران‌های بدتر از امروز میره؟ خب بحران‌های گذشته یک درس بسیار جدی به جهان بود، خصوصا این باعث شد تا دخالت‌های سیاسی و نظامی در کشورهای مبدا کاهش پیدا کنه. با وجود از اینکه وضعیت جنگی در کشورهای مبدا به حالت خود نگه داشته شده، اما توافقات و یا نزدیکی قدرتمندهای جهان به طور مثال روسیه، ایالات متحده آمریکا و همچنان رقیب‌های منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، ایران، اینها تلاش میکنند تا به شکل اینها به توافق بیاین. از یک مثال واضح توافق مخالفین دولت سوریه و همچنان دولت سوریه است که اینها تلاش میکنن تا جلوگیری از آتش بیشتر بکنن. اینها بدون شک بی ربط با وضعیت پناهجویی نیست، اما در صورت مداخله کشورهای غربی و یا رقابت کشورها و همچنان جنگ های نیابتی بدون شک و بحران اضافه خواهد شد و جهان بدتر از سال 2015 و 2016 شاید بحران های جدی خواهد بود. ولی چرا این کشورها نتونستن تا همین پناهجویی را از مبدا حل بسازن و جلوش را بگیرن؟ یعنی این یک بحث تا حد فراتر است. اگر قرار باشه که مشکلات بیشتر شود و شما هم که از بحران خبر دادین این بحران بیایه، اون زمان مقصر کی بوده است؟ خب طبعا مقصر کسایی است که باعث مداخله و باعث ایجاد آتش در کشورها شدند. سوریه یکی از بهترین کشورها و پنجمین اردوی اسلامی در منطقه بود و همچنان لیبیا یکی از کشورهایی بود که بهترین زندگی و آسایش شهروندانشان داشت. همین مداخلات خارجی باعث شد که امروز لیبیا در فقر زندگی بکنه، سوریه در فقر زندگی بکنه، عراق از هم بپاشه، افغانستان از هم بپاشه. اینا هم مسئولیتش برای کسای متوجه میشه که اینها مداخله کردن، متاسفانه کشورها را به بحران مواجه ساختن. سپاسگزارم آقای بلوچ‌زاده، شما وقتتان بخیر. سپاس.